محمد نوریزاد در 48مین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی دور تیوی، مشکلات و بی‌آیندگی جوانان در ایران و تلاش حاکمیت برای ناامید کردن مردم به خصوص جوانان، بحران‌های اقتصادی و ورشکستگی بانک‌ها، باخت علیرضا کریمی در مسابقات جهانی کشتی به دستور حاکمیت، محاکمه رضا زراب و تهدید اروپا توسط سرداران سپاه را مورد بررسی قرار داد. محمد نوریزاد در بخشی از این تحلیل گفت تنها راه باقی مانده برای ما مردم ایران اعتراض است. اعتراض حکم نان شب و اکسیژن را برای مردم ایران دارد. ما باید اعتراض کنیم و به حاکمیت بگوییم که شما هیچ نسبتی با ایران و ایرانی ندارید. توجه شما رو به 48مین تحلیل محمد نوریزاد جلب. سلام درود هموطنان نازنینم، امروز سه‌شنبه است، هفته آذر 96. من اغلب که به جوانها برمیخورم، به جوانهایی که معمولا در اطراف من آشکار میشن، عمدتا این پرسش از اونها دریافت میکنم که آینده چی میشه. این پرسش هولناکی است که در هر خانه میشه ردی از او رو پیدا کرد. جوانهای ما بسیار نگرانند. درسته یک جمعیتی قلیل به دلیل اینکه ایران بهترین کشور برای راندخاری است، سر در راندخاری دارند و میلیارد میلیارد ثروت بر ثروت انباشته می کنن و در کنارش انسان های شایسته ای هستن به خاطر لیاقت هاشون، سرمایه ای به هم زدن یا کار شایسته ای دارند و مشغولن، اما جمعیت کثیری از عزیزان ما در این هوای گنگ و بی آینده شب رو روز می کنن، روز رو شب. در هر خانه اگر سر بزنیم این آینده چی میشه مطرحه. اینکه این پرسش برای یک جوان یک پرسش محوری است، شاید بخشیش برگرده به معیشت، به اینکه آقا من کار درستی ندارم، موقعیت درستی ندارم، در این رشته تحصیل کردم و مثلا الان در یه جای دیگه‌ای که هیچ ربط نداره مشغول به کارم، یا اصلا با وجود این که لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، اصلا کاری ندارم. یه بخشش به اینه که آینده چی میشه، یعنی ما به کجا داریم میریم، از کجا شروع شده به کجا داریم میریم. یه بخشش هم حتما به این برمیگرده که آینده آرامش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و اخلاقی جامعه و در کل کشور چی میشه. این پرسش، پرسش اندوهگی نیست و به چهره مردمان ما هم اندوه نشانده هم عصبیت. شاید به این خاطره که مردمان ما مردمان در مجموع ترشروعی هستند که با کمترین تنشی عصبی میشن، با طرف مقابل دست به یخه میشن. واقعیتش این هستش که این آینده گنگ علت محوری و شاید اساسی برای اینه که بخشی از جوانهای ما معتاد بشن، حالا به هر چیزی.
در مثلا رتبه نخست مواد مخدره. یعنی جوانی که آیندهش نامشخصه میره معتاد میشه، جوانی که تلاش کرده با امید و آرزو درس خوانده، در یک موقعیتی قرار گرفته، حالا میبینه تمام راهها ناهمواره و تمام درها به روش بسته است. این یعنی چی؟ یعنی واقعا با این آینده گنگ مگه میشه یک جامعه رو اداره کرد؟ شما هم هی شعار بده، بنشین اون بالا بگو که آقا کشور امن نیست و موشک داریم و نماز جمعه بذار، مردم رو ترغیب بکنید با شعائر دینی که آقا، ولی واقعیتی که در جامعه دست به دست میشه یک واقعیت بسیار هولناکی است از اینکه آینده گنگه. من شنیدم که مثلا یک دانش آموز 13 ساله ژاپنی میدانه که در 25 سالگی کجاست، یک جوان آلمانی میدونه که مثلا تو 40 سالگی کجاست، حتی یک جوان ترک در ترکیه میدانه که موقعیتش مثلا در 25 سالگی، در 30 سالگی، در 40 سالگی کجاست. حالا با یک افتخیزی تقریبا به همون میرسه. این نشون دهنده قوام یک جامعه است. پرسش این که چرا آینده گنگه؟ چرا جوان ما، بزرگترهای ما، بانوان ما، دختران و پسران نسبت به آینده غبار آلود خودشون هیچ اعتمادی ندارن؟ رازش در چند نکته است. یکی این که آدمهای بیخرد بر سر کارن، آدمهای کارنابلد و به ویژه ملاها. من وقتی میگم ملاهای بیخرد بر سر کارن، شنیدم که برخی از روحانیان به من پیغام میدن که آقا شما همه رو با یک چوب نرانید، ما خودمونم اسیر اینها هستیم. اما عزیزان روحانی، اونهایی که شایسته و نیکندیش هستید، این بختک روحانیان هست که این تار و پود رو به دست و پای این مردم تنیده و آینده رو از این مردم گرفته، امید رو، شوق به زندگی رو از مردم گرفته. آدم های بیخرد و در رأسش روحانیان و آیت الله های صاحب امضا هستند در این کشور که نسبتی با کشورداری ندارند و سرمایه های نقد کشور به تاراج رفته. داشتن سرمایه های نقد میتونه نشاط اقتصادی در یک کشور ایجاد بکنه. یعنی همون آدم های بیخرد به جای اینکه به داخل نگاه بکنند، به دور دست های شیعی نگاه کردند و سرمایه های نقد کشور رو در اون مسیر به باد دادند. گمان رهبر به اینه که رهبر مسلمین جهانه و لابد باید نگران مسلمان ها در تمام جهان باشه. این یک دروغ بزرگه. جلوی چشم همین رهبر آقای خامنه ای روزها زدن مسلمانان چچن رو محو و نابود کردند. آقا یک نطق نکشید. مگر ایشون خودش رو رهبر مسلمین جهان نمیدونه؟ مگر اونا مسلمان نبودن؟ او چرا نباید غم مردم رو بخوره و اینکه او داره غم دیگران رو میخوره؟ این نیست مگر اینکه او در نابجای خودش قرار گرفته، فردی است که بسیاری از فرصت ها و سرمایه ها رو به دور دست هایی برده که هیچ نسبتی با خواست و آرزوها و بایستگی های مردم نداره. صندوق ذخیره ارزی کشور تقریبا تهی است. اینکه آقای روحانی میاد به
مردمی که در زلزله آسیب دیدن میگه آقا روستاییان 5 میلیون، شهری ها که آسیب دیده منزلشون 6 میلیون، این نشون دهنده تهی بودن دسته، ندارن اینها. برای همین یارانه بسیار بسیار به تنگنا در افتادن. من حتی شنیدم که چند وقت دیگه ورشکستگی بانک ها خیلی آشکارتر میشه و بحران های اقتصادی به شدت با تمام تلاشی که اینها میکنن برای مخفی نگه داشتنش سر بر میارن. زیر ساخت های یک کشور وقتی در یک چشم انداز رو به آینده داشته باشه، حتما میتونه امید رو و شوق رو و آینده درست رو برای یک مردم رقم بزنه. مثلا شما وقتی امروز اقدام میکنی که یک کارخانه بزنی، امروز اقدام میکنی که برای برداشت فلان معدن، فلان فرصت اقتصادی جاده بزنی، استحکامات و زیرساخت ها رو براش مهیا بکنی، این در آینده محصول خواهد داد. ولی واقعیت قضیه این هستش که هیچ چیزی اینجا درست نیست. مثلا توی عراق واحدهای صنعتی بسیار بزرگ ایجاد کردن که به عنوان نمونه مثلا شوق اقتصادی ایجاد بکنه، ولی همون محصولی که اون کارخانه میتواند بیرون بده از خارج وارد میکنن، اون کارخانه مانده. مثل مثلا شکر که ما توی خوزستان واحدهای بسیار معظم کشت نیشکر و برداشت محصول و بعد تبدیلش به شکر داشتیم. آقایون شکر وارد کردن، تمام اون مجموعه ها که دولتی هم بود همه افسرده شدند و پژمرده شدند و نابود شدند. خب چرا آقای خامنه‌ای به جای اینکه به مردم نگاه بکنه، به داخل نگاه بکنه، به دور دست های شیعی نگاه میکنه که 5 تا شیعه اینجا درست بکنه، 10 تا اونجا، 200 تا اونجا. اگر او خیلی مشتاق شیعه است، در داخل ما کلی شیعه داریم، او چرا حتی شیعیان رو تحمل نمی کنه؟ حالا به اقلیت ها کاری نداریم. این همون برنشستن انسان های ناجور در جایی که به اونها تعلق نداره. حالا این آینده گنگ سراسر ناامیدی است، سراسر اندوه، بی برنامگی است، اعتیاده. حتی مثلا میشه فهمید که آقایون تو اتاق فکرشون میگن جوانها اگر معتاد باشند، محتاج یک کار باشند که امروزشون رو سپری بکنن، بسیار پسندید است که ثروت داشته باشند، دستشون به جیبشون بره. اینها به محض اینکه سیر بشن میتونن معترض باشن. اینا خیالشون رو اینجوری راحت کردن شاید. اما من میگم که در یک چنین شرایطی به هیچ وجه ناامیدی پسندیده نیست. ما باید با تمام پتانسیلی که حاکمیت برای ناامید کردن مردم به کار میبنده و اینکه مردم گرفتار امروزشون باشن که مطلقاً به فردا یا به حرکت‌های اعتراضی نپردازن، ما باید این اعتماد رو، این شوق رو در خودمون زنده نگه داریم، وگرنه به فرسودگی در میافتیم و ممکنه 300 سال همین رویه ادامه داشته باشه، ما در غمباد و ماتم و افسردگی و اونها هم بر خر مراد سوار باشن. حالا اینکه چه باید کرد، یکی از اونها رو من امروز میخوام بگم، بقیه رو وامینه هم به فرصتهای بعدی. عزیزانم، ما چاره ای جز اعتراض نداریم. این که میگم اعتراض انگار نان شبه، انگار اکسیژنه. راضی بودن ما به این وضعیت میتونه این وضعیت رو تداوم ببخشه 200 سال، 300 سال. ما چاره ای جز اعتراض نداریم. ما رو برهنه کردند، ما رو روفتند، ما رو غارت کردند و ما سکوت اختیار کردیم.
این مثلا یک ورزشکار، یک کشتیگیر درخشانی مثل علیرضا کریمی، نور چشم ما، آمده در یک موقعیتی قرار گرفته و بهش میگن بباز. تا کی باید ما به این رویه ادامه بدیم؟ تا کی؟ این که من میگم این موجب افسردگی و اندوهه و چاره کار اعتراضه، این هستش که مثلا ورزشکارا در یک جمعیتی هیچ کارم نمیتونه بکنه، حاکمیت در یک اراده کلی تصمیم بگیرن که آقا ما این قانون نانوشته رو اطاعت نمی کنیم. نافرمانی مدنی اینجاست که شکل میگیره. یعنی ورزشکارا بدونین که جرمی مرتکب شده باشن که فردا بیان یقشون رو بگیرن، بگن آقا ما در هیچ مسابقه ای شرکت نمی کنیم مگر اینکه این قوانین زدوده بشه. هنرمند برجسته ای مثل آقای شجریان رو از کار و از حضور هنری محروم می کنند، بقیه هنرمندا مشغول کارشونن، یا یک نویسنده رو محروم می کنند، بقیه مشغول کار خودشونن. این آفت بزرگی است که ما عزیزانمون رو به عنوان رقیب خودمون تلقی بکنیم، از این که می بینیم او برکنار شده یا به یک تنگنا در افتاده، احساس کنیم یه رقیب ما از میدان به در رفته، فرصت برای ما فراهمتره، مثلا خواننده ای رفته کنار، حالا برای من فرصت بیشتری است، نویسنده قدری رفته کنار محروم مانده، این فرصت برای من فراهمه، کشتیگیری رفته، حالا برای من که رقیب او هستم این فرصت پیش میاد که من بدرخشم. ما چاره ای جز اعتراض نداریم و حالا که امکان تشکل نداریم، امکان حزب نداریم، این تشکل که نه، ولی صنف‌های هنری، ورزشی، ادبی، صنفی میتونن کارساز باشن، بدون اینکه اصلا ردی آدم به جا بگذاره که بیان یقه آدم رو بگیرن، یک تصمیم جمعی گرفته بشه. الان عمده حواس ما رو پرت کردن به اینکه آقا خانوما چرا نمیرن استادیوم. خب این که خانوم ها نمیرن استادیوم یک فاجعه مذهبی است که یا آوار مذهبی است که آخوندها و آیت الله ها برای این کشور رقم زدن. اصلا نگاهشون به زن نگاه قهقرایی است، نگاه آمیخته به فاجعه است. ما چاره ای جز اعتراض نداریم و اطمینان داشته باشیم اگر سکوت بکنیم، اگر راضی به همین وضعیت باشیم، اینا 300 سال بر سر ما آوارن. پس امیدوار باشیم، معترض باشیم و اعتراض ما حتما به این معنی نیست که شیشه بشکنیم یا کاری بکنیم، نه، میتونیم در یک حرکت‌های بزرگ به زانو بیاریم طرف مقابل رو. حالا از مردم عادی اگه کاری بر نمیاد، ورزشکارا خیلی میتونن کار بکنن. مجسم کنید در یک تصمیم کلی ورزشکارا اعتصاب بکنن، بگن آقا ما در هیچ مسابقه شرکت نمی کنیم. این شاید یه آرزو باشه، شاید وقتی میخواد عملیاتی بشه به مشکل بر بخوره، چون همه اون ورزشکارا درگیر معیشتشون هستن، ولی چاره نداریم، یه جایی باید هزینه بکنیم. مثلا صنف ها میتونن این کار رو بکنن. پس ما ناامیدی رو باید بتارانیم. ناامیدی ما باعث بشکن زدن آیت الله ها میشه، سپاهی ها میشه. این یک موضوع. یک موضوع دیگر هم راجع به ایام تحریم ها بیت رهبری سپاه می آمدن با مدیریت مجتبی خامنه ای، طلاهای ما رو می بردن از طریق ترکیه بیرون،
که بتونن تحریم ها رو دور بزنن. الان آمریکا با دادگاهی کردن زراب الان یک فشار جهانی داره برای ایران وارد میکنه. حالا کنارش هم ترکیه هم در معرض آسیبه. چرا؟ چون این آقای زراب پولهای هنگفتی به ترکا داده که بتونه راه رو برای دور زدن تحریم ها باز بکنه. خب قوانین بین المللی هم این بوده که آقا هر کسی یا هر کشوری، هر نهادی، هر دستگاهی که بتونه همراهی بکنه با ایران در دور زدن تحریم ها مجرم شناخته میشه. الان دادگاهی کردن رضا زراب درست ترک ها رو براشفته، اما روی سخن به بیت رهبری و سپاه داره. 18.5 میلیارد دلار اینا طلا بردن. اردوغان یادم هست با خوشحالی آمد گفتش که درست در یک شرایط تنگنای مالی کمک از غیب رسید. بیت رهبری هم نرفت که بگه این طلاها مال ماست، چون قاچاق اینا داشتن میکردن و شاید ترکا هم خودشون توی این نقشه که این پول رو، این طلاها رو هپلو بکنن، خودشون سهم داشتن. ولی جالبه، طلا رفته ولی هیچ مدعی از ایران نرفته بگه که این مال ماست. چرا؟ چون پای مجتبی خامنه ای و بیت رهبری و سپاه میاد وسط و آبروریزی های بین المللی ایجاد میکنه. به هر حال دادگاه زراب میتونه درست به موازات فشاری که برای محدود کردن موشک های بالستیک ایران بر ایران فشار بیاره، میتونه همین سهم رو هم داشته باشه. نکته سوم، تهدید سرداران سپاه برای اروپا است که آقا اگر اروپا بخواد در این تحریم ها فضا رو برای ایران تنگ بکنه، ما برد موشک هامون رو اضافه میکنیم که موشک هامون بتونه به اون جهان برسه. یعنی شما نگاه کنید، اطمینان داشته باشید این سردار سلامی، مثلا سردار عزیز جعفری فرمانده سپاه، وقتی میان از این حرفا میزنن، اصلا این حرفا در اندازه اینها نیست که بخوان یک چنین حرفایی رو به عنوان قلچماق بازی و تهدید برای اروپا شاخ و شانه بکشن. اون اتاق جاسوسان اسرائیلی و روسی که در دل سپاهن، این حرفا رو در دهن اینها میگذارن. اینا هیچ راهی دیگه جز تهدید براشون نمانده. یعنی تمام فرصت ها از اینها روفته شده و تنها چیزی که احتمال میدن یک حیات دوباره‌ای برای اینها رقم بزنه تهدیده. پس سردارانی که اروپا رو تهدید میکنن، این که آقا ما برد موشک هامون رو اضافه میکنیم، چاره ای جز تهدید ندارن، ولی کشور رو به ورطه ای میبرن که زیرکترها براش طراحی کردن. من نمیدونم واقعا اینها چی توی کلشون میگذره که یک کشور رو مرتب در التهاب نگه می‌دارن، از جنگ فارغ نشده، اشغال سفارت‌ها، از اونجا فارغ نشده میرن سوریه، از اونجا فارغ نشده میرن یمن. خلاص همیشه در التهابن و پول‌های نقد ما رو در هر کجا هزینه کردن. الان با دست‌های تهی، با فشارهای جهانی و با تحریم‌های جور به جور، این مردم رو در سنگلاخ انداختن. ما باید اعتراض کنیم، ما باید فریاد بزنیم و بگیم به اینها که شما نابکارید، شما هیچ نسبتی با ایران و ایرانی ندارید. ما آینده بحرانی با این وضعیت در پیش خواهیم داشت، بسیار نگران کننده. و من عمر جمهوری اسلامی ایران رو با همین شلتاخ هایی که میکنه بسیار کوتاه میبینم.
و خبر خوب این که اینها با همین تهدیدها و هیاهوهایی که برای غرب، برای آمریکا عربده میکشن، امضا میکنن اون حیات نیم بند و متزلزل خودشون رو. ما به زودی شاهد فروپاشی نکبت هایی خواهیم بود که این سرزمین رو به سمت نابودی دارن سوق میدن. این خبرهای خوب وقتی عملیاتی میشه که ما بی تفاوت نباشیم نسبت به جامعهمون. پس امیدوار باشیم، معترض باشیم، نشاط و سرزندگی معترضانه رو در خودمون حفظ بکنیم. آینده از آن ماست. درود بر شما.